سلام بر شما خوش آمدید به بخش خبر تلویزیون ایران فردا من فریبا شیروزی هستم در ادامه افشای فسادها در جمهوری اسلامی محمود علوی وزیر اطلاعات از بازداشت 20 مدیر دولت محمود احمدی نژاد به اتهام تخلف مالی خبر داد. از دولت احمدی نژاد به عنوان فاسدترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی نام برده می شود. دولتی که مورد حمایت کامل رهبر جمهوری اسلامی بود. وزیر نفت ایران بازنگرداندن پول فروش نفت به کشور توسط بابک زنجانی را از نوادر روز گاردان است و او را متهم کرد که 7 هزار میلیارد تومان پول کشور را خورده است وی همچنین از پرونده های دیگر فساد در حوزه نفت خبر داد که به گفته او ارقام آن 400 میلیارد تومان و 2 میلیارد و 500 میلیون یورو است بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در همایش ملی ارتقای سلامت اداری با بیان اینکه بیش از 8 هزار میلیارد تومان در این اقدام از کشور خارج شد افزود ممکن است کمتر از هزار کم میلیارد تومان از این پول به کشور برگردد بنابراین پول کشور خورده شده است وزیر نفت از فسادهای گسترده تر نیز پرده برداشت و گفت پرونده های دیگر فساد در حوزه نفت وجود دارد که ارقام آن برابر با 400 میلیارد تومان و 2.5 میلیارد یورو است. آقای زنگنه فروش یا صادرات نفت خام، معاملات و خرید قراردادهای کالا و قاچاق فرآورده های نفتی را از مهمترین گلوگاه های فساد در حوزه نفت خواند. وی تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد، متمرکز کردن فروش نفت در امور بین تعیین هیئت نظارت بر فروش نفت، شفافیت در برگزاری معاملات و قراردادهای خرید کالا و خدمات و دسترسی پیمانکاران به وزیر و معاون را از اقدامات انجام شده برای مبارزه با فساد دانست. وزیر نفت گفت اگرچه تحریم ها ما را ناگزیر می کند از مقررات متعارف قدری فاصله بگیریم ولی باید مقررات متناسب با خود آن شرایط تنظیم کنیم و نظارت ها با جدیت پیگیری شود. بر اساس گزارش ها، فروش نفت توسط نیروی انتظامی و برخی از افراد دیگر مانند بابک زنجانی به دلیل تحریم های نفتی ایران و کاهش فروش نفت ایران در دولت محمود احمدی نژاد انجام شده است. محسن قمسری معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران 13 تیر ماه گفته بود که بابک زنجانی و نیروی انتظامی که در دولت پیشین عهدهدار فروش بخشی از نفت خام و میعانات گازی کشور شدند نتوانستند محموله ها را به فروش برسانند و عمد بدهی آقای زنجانی به خاطر هزینه نگهداری این محموله ها در کشتی است. همزمان با سخنان آقای زنگنه عباس جفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد که پرونده بابک زنجانی با بیش از هزار صفحه توسط بازپرس تهیه شده و به زودی به دادگاه خواهد رفت. در همین راستا محمود علوی وزیر اطلاعات نیز با اعلام بازداشت 20 مدیر میانی دولت محمود احمدی نژاد به اتهام تخلف مالی گفته دولت حسن روحانی علاقه به اطلاع رسانی درباره فساد در جمهوری اسلامی ندارد. به گفته وزیر اطلاعات، پرونده تخلف مالی این مدیران مربوط به سالهای 1389 تا 1391 است. در همین حال علی طیب نیا وزیر اقتصاد روز گذشته درباره کشف یک فساد مالی به ارزش هزار میلیارد تومان خبر داده بود. اما صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اعلام فساد دوازده هزار میلیارد تومانی از سوی دولت حسن روحانی را سیاه نمایی دانست و از برخوردهای سیاسی دولت یازدهم با فساد انتقاد کرد. وی درباره این پرونده توضیح داده که پولی خورده نشده و فساد با اختلاس فرق دارد و نباید تمام فسادها را به گردن دولت قبلی انداخت. رئیس قوه قضاییه خود را از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد معرفی کرده و افسوده هزینه این انتقادها را نیز داده و در حال حاضر حرفهایی میشنوند که دور از انصاف است دیگر مقام های قضایی هم گفتند که در این پرونده آنطور که دولتی ها مدعی هستند اختلاسی رخ نداده است این در حالی است که بر اساس آمار سازمان شفافیت بین المللی جمهوری اسلامی یکی از فاسدترین کشورهاست. در این میان اما در دولت احمدی نژاد با حمایت علی خامنه‌ای فسادهای نجومی بسیاری رخ داد. برخی از رسانه ها از دستگیری سه عضو حزب تازه تاسیس ندای ایرانیان خبر دادند. وبسایت کلمه گزارش داد این افراد محسن بیگلر بگی، جاوید فخریان و سینا رحیمپور نام دارند که نیمه شب گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. حزب ندای ایرانیان هفته گذشته از وزارت کشور ایران مجوز گرفت و یک روز بعد اعلام موجودیت کرد. صادق خرازی سفیر پیشین ایران در فرانسه و از نزدیکان به محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران از اعضای هیئت مؤسس حزب ندای ایرانیان است حکم محکومیت امید کوکبی فیزیکدان ایرانی در دیوان عالی کشور نقض شده و برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر نظر تهران ارجاع شده است. امید کوکبی فیزیکدان نخبه ایرانی در بهمن ماه 89 برای دیدار خانوادهش به ایران رفته بود که بازداشت و زندانی شد. او در دادگاه انقلاب تهران به جرم ارتباط با دولت متخاسم و کسب درآمد نامشروع به ده سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد دیوان عالی کشور در مستندات دادگاه اشکالات متعددی دیده که یکی از آنها استناد دادگاه به ارتباط با دول متخاصم بوده در حالی که وزارت خارجه گفته است هیچ دولتی در حال حاضر مصداق دولت متخاسم با ایران نیست خانواده جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران پس از انتشار خبر تفهیم اتهام او در دادگاه نوشتند قوه قضایی ای ایران با نادیده گرفتن قوانین این کشور همچنان مانع دسترسی جیسون به وکالت حقوقی رد درخواست آزادی با قرار وسیقه و جلوگیری از مرور اسناد پرونده ای او شدند. آنها خواستار مداخله رهبر ایران در این زمینه شدند و از آیت الله خامنه ای خواستند دستور آزادی فوری و نامشروط جیسون را بدهد. روزنامه واشنگتن پست شنبه گزارش داد خبرنگارش در یک جلسه دادگاه طولانی رسما تفهیم اتهام شده اما ماهیت اتهام های وارده هنوز روشن نیست این روزنامه نگار ایرانی آمریکایی روز سهشنبه 22 ژوئیه همراه با همسرش یگانه صالحی و دو نفر دیگر تر تهران بازداشت شد همسر آقای رضاییان دو ماه بعد به قید وسیقه آزاد شد ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سعودی اقدام به ترمیم گسترده کابینه کرد. این ترمیم شامل هشت وزارتخانه شد. وزارتخانه های امور اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش عالی و اطلاع رسانی از جمله این وزارتخانه هاست. در یک اقدام کم سابقه پادشاه سعودی عبدالله بن عبدالعزیز که علاقه مند است به جای علا حضرت او را خادم حرمین شریفین بنامند نه وزیر را برکنار کرد و به جای آنها نه چهره تکنوکرات جوان را برگزید تا به نیازهای جامعه سعودی به ویژه جوانان که بیش از 60 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، پاسخ داده باشد. تغییر وزیر امور دینی که یک سنتگرای محافظ کار بود و سپردن وزارتخانه به دکتر اباخیل یک چهره دانشگاهی متدل و وزارت اطلاع رسانی به دکتر الخزیری یک شخصیت لیبرال با تجربه موفق در گستره تعلیم و تربیت و دانشگاه و نیز گزینش دکتر خالد السبتی به وزارت آموزش عالی با استقبال محافل دانشگاهی روبرو شده است. عربستان در مبارزه با افرادگرایی در سالهای اخیر گامهای موثری برداشته است. تنها در هفته اخیر بیش از دویست و سی تن از بنیادگرایان و هواداران داعش و القاعده در عربستان دستگیر شده اند. پادشاه سعودی سال گذشته برادرزاده خود و برادر وزیر خارجه امیر خالد الفیصل را به وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد تا در نظام آموزشی کشور انقلابی ایجاد کند که در گذشته زیر نفوذ اسلامی ها و معلمان و استادان مصری وابسته به اخوان المسلمین افرادگرایی دینی را در بین کودکان و نوجوانان لابلای کتاب های درسی تبلیغ می کردند. وزیر آموزش و پرورش با تغییر بسیاری از معلمان و استادان و بازنویسی کتابهای درسی توسط شورایی از اساتید ریبرال و روشنفکر تحول چشمگیری در نظام آموزشی ایجاد کرد و اینک با یک وزیر همفکر او در وزارت آموزش عالی به نظر میرسد این انقلاب آموزشی گستردهتر شود همزمان حضور دکتر خزیری در رأس وزارت اطلاع رسانی رسانه های سعودی را در داخل کشور و شبکه های چون ام بی سی، العربیه، الحدث و روتانا در خارج را امیدوار کرده است که از این پس از امکانات و آزادی های بیشتری برخوردار خواهند شد. دیگر وزارتخانه هایی که تغییرات اخیر شامل آنها شده عبارتند از وزارتخانه های کشاورزی، بهداشت، ارتباطات و فناوری، امور اجتماعی و حمل و نقل. همچنین سرلشکر عثمان بن ناصر المحرج مدیر کل سازمان امنیت عمومی نیز به رتبه ژنرال ارتقا یافت. امروز سهشنبه سی و پنجمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس برای مدت یک روز در دوهه پایتخت قطر برگزار می شود. پیش از آغاز نشست وزرای خارجه عضو بر سر موضوعاتشون همکاری میان اعضای شورای همکاری چگونگی مقابله با تروریسم و نفت به توافق رسیدند. نشست دوهه پس از های امیر کویت برپا می شود که موفق شد به اختلاف میان عربستان سعودی و بحرین و امارات متحده عرب با قطر پایان دهد. قطر به علت حمایتش از اخوان المسلمین، حوسی یمن و جبهه نصرت در سوریه و برنامه های تحریکامیز تلویزیون الجزیره سخت مورد انتقاد دیگر اعضای شورای همکاری های خلیج فارس بود تا آنجا که ریاض، منامه و ابوظبی سفرای خود را از دوه فرا خوانده بودند. با تعهداتی که امیر قطر شیخ تمیم در حضور پادشاه سعودی ملتزم به آن شد سفرای سه کشور به دوه بازگشتند و کنفرانس سران نیز در موعدش برگزار شد خبرگزاری رویترز به نقل از گزارشی از سازمان ملل میگوید ناظران آن سازمان انتشار عکس های قاسم سلیمانی در عراق را احتمالا شاهدی بر حضور فرمانده نیروی قدس در عراق می دانند که در این صورت ناقض تحریم های بین است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از سال 2007 میلادی در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد. وزارت داری ایالات متحده نیز آقای سلیمانی را به اتهام دست داشتن نیروهای قدس در خشونتهای سوریه تحریم کرده است امیر علی حاجیزاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران نیز در مهرماه از حضور قاسم سلیمانی در جریان نبرد علیه گروه داعش در عراق خبر داده بود یک مقام نظامی ایران از شناسایی یک هواپیمای جاسوسی یو دو آمریکایی در نقطه از خاک ایران در هفته گذشته خبر داد. به گفته وی این هواپیما پس از دریافت اختار موشکی خاک ایران را ترک کرده است. جمهوری اسلامی از گستردگی توانایی های نظامی خود در حالی می گوید که ناظران آن را بزرگنمایی بیش از حد این توانایی ها ارزیابی می فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا سرتی فرزاد اسماعیلی طی سخنانی به مناسبت روز دانشجو در مشهد به توانایی های این قرارگاه پرداخت و برای نشان دادن این توانایی ها چند نمونه را برشمرد. آقای اسماعیلی مدعی شد که جمهوری اسلامی اکنون با کمترین هزینه و با استفاده از تجهیزات بومی هواپیماهای جاسوسی دشمن را شناسایی می کند. او گفت هواپیمای یوتو را که یک هواپیمای جاسوسی است شناسایی می‌کنیم هفته گذشته در نقطه از کشور به این هواپیما اختار داده شد و سامانه موشکی نیست برای هدف قرار دادن آن آماده شد اما هواپیمای مذکور به محض دریافت اختار بازگشت آقای اسماعیلی همچنین انهدام پهپاد هرمس را مثال آورد و گفت قرارگاه پدافند هوایی توانسته در اقدامی 43 دقیقه‌ای با همکاری سپاه و ارتش این هواپیما را منهدم کند. اشاره فرمانده قرارگاه پدافند هوایی به سرنگونی یک پهپاد در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز در اوایل شهریور ماه گذشته است. سپاه پاسداران دوم شهری ماه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده بود یک هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی اسرائیل را سرنگون کرده که قصد نفوذ به حریم منطقه هسته‌ای نتنز را داشته است. فرزاد اسماعیلی همچنین گفت چند ماه پیش پدافند هوایی جمهوری اسلامی یک هواپیمای ایساف را که در افغانستان جنایت می شناسایی کرد. آقای اسماعیلی افزود این هواپیما روی مرز خود را هواپیمای مسافربری معرفی می کرد. ما به این هواپیما اجازه ورود به کشور دادیم و زمانی که به نقطه ای رسید که مطمئن شدیم اجازه خروج به آن را ندادیم به این هواپیما دستور فرود داده شد در ابتدا قبول نکرد ولی نهایتا با تهدید موشک در بندر عباس نشست و 108 نظامی ناتو را که قصد عبور از کشور داشتند شناسایی و دستگیر کردیم آقای اسماعیلی گفت دستگیری نظامیان ناتو به دستور رهبر جمهوری اسلامی بوده است و تصریح کرد ما به جز از ولایت از کسی دستور نمیگیریم. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا در تاریخ 17 شهری شهریور هم از وادار کردن هواپیمای حامل 104 سرباز آمریکایی و ناتو که قصد ورود به ایران را داشتند به فرود در فرودگاه بندرعباس به کمک سامانه‌های موشکی و راداری و جنگنده خبر داده بود. آقای اسماعیلی گفته بود این هواپیما خود را هواپیمای کشوری معرفی کرده اما سامانه شنود مرزهای ایران متوجه شده که هواپیما از نوع بوینگ 737 و متعلق به ایصاف بوده و از خاک افغانستان پرواز کرده بوده است. فرزاد اسماعیلی در سخنرانی خود در مشهد همچنین بدون اشاره به نام کسی تعریف کرد یکی از مسئولان کشورهای اروپایی پس از تفکیک مرزها به دنبال این بود که بدون کارت شناسایی هواپیمایی به مرزهای کشور ما وارد شود و با توجه به اینکه ما بیش از دو ساعت پشت مرز معطلش کردیم به که فهمید هیچ فردی نباید با جمهوری اسلامی ایران مقابله کند خود برگشت اشاره آقای اسماعیلی احتمالاً به موردی است که در ماه می 2011 برای آنگلا مرکل صدر آلمان پیش آمده بود. جمهوری اسلامی ایران به هواپیمای حامل آنگلا مرکل اجازه عبور از حریم هوایی خود را نداد. هواپیمای صدر آلمان که به مقصد هند در پرواز بود پس از دو ساعت دور زدن در حریم هوایی ترکیه سرانجام موفق به دریافت مجوز برای ادامه پرواز خود شد. هواپیمای صدراعظم آلمان با تاخیر دو ساعت در دهلی نو پایتخت هند به زمین نشست مقامات دولت آلمان این عمل را مغایر با تمامی قواعد بین المللی و بی احترامی به آلمان تلقی کردند از بهمن ماه 87 نیروی هوایی ارتش ایران به دو بخش پروازی و پدافندی تقسیم شد تمام سامانه های متعلق به پدافند هوایی کشور از جمله رادارها دستگاه های جمعآوری اطلاعات آتشبارهای موشکی با بردهای بلند متوسط و کوتاه و سامانه‌های پدافندی تحت کنترل پدافند هوایی درآمد مقامات نظامی جمهوری اسلامی در ماهای اخیر بارها به تشریح توانایی‌های تهاجمی خود به خصوص برای حمله به اسرائیل پرداختند. تشریح توانایی های پدافند هوایی ایران در روز دانشجو را که هیچ تناسبی با این روز ندارد می توان در چارچوب قدرت نمایی جمهوری اسلامی در داخل کشور و منطقه ارزیابی کرد جمهوری اسلامی ایران و سوریه حملات هوایی اسرائیل به مناطقی از خاک سوریه را محکوم کردند و روسیه نیز خواستار توضیح درباره این حمله شده است. رسانه های دولتی سوریه روز 16 آذر ماه از حمله هوایی جنگنده های اسرائیلی به دو نقطه در حومه دمشق و مرز با لبنان خبر دادند. اسرائیل در سالهای اخیر و در چند مورد محموله های تسلیحاتی و موشکی را که احتمال انتقال آنها از سوریه به حزب الله وجود داشت در اون خاک سوریه هدف حملات هوایی خود قرار داد روسیه و جمهوری اسلامی ایران بزرگترین حامیان دولت بشار اسد در جنگ داخلی سه سال اخیر سوریه هستند که بیش از دویست هزار کشته و میلیون ها مجروح و آواره بر جای گذاشته است یک فرماندهی آمریکایی اعلام کرد کشورهایی که به ائتلاف مقابل با گروه دولت اسلامی پیوستند پذیرفتند که 1500 نظامی دیگر به عراق اعزام کند. ژنرال جیمز تری همان کننده تلاش های ائتلاف علیه داعش در کویت گفته است این 1500 تن افزون بر 3100 نیروی آمریکایی است که باراک اوباما مجوز اعزام آنها را به عراق صادر کرده است به گفته ژنرال تری این نیروها قرار است به سربازان عراقی و شبه نظامیان کرد که در حال نبرد با داعش هستند آموزش و مشورت نظامی بدهند در آسانه انتشار گزارشی از شکنجه های محوف و تکنیک های بازجویی ضد ترور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا تصمیم گرفته است تا تدابیر امنیتی پیرامون مراکز دیپلماتیک این کشور را تشدید کند منابع خبری از احتمال انتشار گزارش شکنجه های CIA از سوی سنای آمریکا در روز سهشنبه 18 آذر ماه خبر میدهند. قرار است جزئیات گرافیکی تهدیدهای جنسی و دیگر تکنیک های بحث برانگیز مورد استفاده روی مزنونان و متهمان به طراحی و اجرای طرحهای تروریستی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد برآورد دولت آمریکا این است که انتشار جزئیات این گزارش بحث برانگیز از سوی کمیته اطلاعاتی سنا می تواند واکنش های خشونت را در برخی کشورهای جهان برانگیزد و به همین خاطر است که کاخ سفید و مقامات اطلاعاتی ایالات متحده تصمیم گرفتند تا تدابیر امنیتی را در اطراف مراکز دیپلماتیک ایالات متحده در برخی نقاط جهان تشدید کنند. منابعی که پیشتر به مفاد و جزئیات این گزارش دسترسی داشتند در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفتند اکثریت دموکرات کمیته اطلاعاتی سنا که این گزارش را تهیه کرده در آن به موارد نظیر تهدید جنسی تهدید با دریل برقی و موضوعاتی از این دست اشاره کرده است جاش ارنست هنگوی کاخ سفید در ارتباط با همین موضوع به رویترز گفت نشانه وجود دارد که بر اساس آن میتوان گفت انتشار این گزارش منجر به بروز ریسک های بزرگتری خواهد شد و تأسیسات و تجهیزات و کارمندان آمریکایی آنها را در معرض خطر قرار خواهد داد. منابع رویترز میگویند برخی از تاکتیک های استفاده شده برای وادار کردن بازداشت شدگان شبه نظامی و تروریست ها به افشای اطلاعات درباره طرحها و شبکه های تروریستی همه مرزهای های تکنیک های سخت بازجویی را که توسط کاخ سفید CIA و وزارت دادگستری آمریکا در دوران جورج بوش وضع شده بود را در نوردیده و می تواند واکنش های گسترده ای را برانگیزد. در همین حال سازمان های اطلاعاتی ایالات متحده به طور مخفیانه بولتنی را منتشر کردند که در آن نسبت به بروز واکنش های خشونت آمیز در آن سوی آبها هشدار دادند. پنتاگون هم به فرماندهان خود در مناطق گوناگون دستور داده تا اقدامات لازم برای حراست از نیروها و پایگاه های آمریکایی در خارج از مرزهای این کشور را فراهم کنند. های کمیته اطلاعاتی سنا قرار است این گزارش را به همراه انتقادات مطرح شده از سوی مخالفان جمهوریخواه و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روز سهشنبه در وبسایت کمیته منتشر کنند این گزارش که تدوین آن سالها به طول انجامیده تاریخ بازداشت ها و بازجویی های ضد ترور CIA را ترسیم می کند که دستور آن پس از حملات 11 سپتامبر و توسط جورج بوش رئیس جمهوری وقت صادر شده بود. دولت بوش پیش از پایان کار خود بخش عمده ای از این فعالیت ها را متوقف کرد. بارا که با اوباما هم بلا فاصله پس از انتخاب مجدد و نشستن بر مسند ریاست جمهوری برای دومین بار پایان برنامه نظیر تکنیک های تقویت شده بازجویی را اعلام کرد. منتقدان میگویند این تکنیک های تقویت شده مصداق بارز شکنجند. نتیجه نهایی کمیته اطلاعاتی سنا این است که در پی بازجویی های سخت گیرانه و مخوف هیچ اطلاعات مفیدی به دست نیامده که از روش های متعارف دیگر دستیابی به آنها غیر ممکن بوده باشد. این نتیجه نهایی به شدت مورد اختلاف است و بسیاری از مقامات اطلاعاتی و ضد ترور آن را نمیپذیرند و میگویند همین تکنیک ها بوده که در طول زمان درهای بسیاری را به روی آنها گشوده است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید صرف نظر از آنکه با این روش های بازجویی اطلاعات مفیدی به دست آمده یا نه این تکنیک ها واقعا به استفادهش نمیارزیدند چون به ارزش های ملی ما آسیب وارد کردند مجوز بهرهگیری از تکنیک های نظیر بیخوابی از سوی وزارت دادگستری آمریکا صادر شده بود اما کنترل و نظارت بر اجرای این روش ها گاه بسیار نامناسب بود گزارش 500 صفحه ای از شکنجه های CIA که توسط کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا آماده انتشار شده خلاصه ای از گزارشی مبسوط است که حجم آن به بیش از 6000 صفحه میرسد. کسر بزرگی از این گزارش همچنان محرمان باقی خواهد ماند از جمله بخشی دیوی صفحهی مرتبط با تاریخچه این برنامه بازجویی و 20 مورد تحقیق درباره بازجویی‌های بازداشت شدگان کمیته اطلاعاتی سنا معتقد است CIA درباره میزان تاثیرگذاری این تکنیک های بازجویی برای مرور گذشته و کسب اطلاعات ارزشمند در مسیر طولانی و صعب عبور مقابله با ترور داده های نادرست به آنها داده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا امروز سهشنبه به ترکیه می رود تا درباره عملیات ضد تروریستی و مبارزه با داعش با رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه مذاکره کند. محور گفتگوها جلوگیری از عبور اطباء بریتانیا از خاک ترکیه برای پیوستن به داعش اعلام شده است. در همین راستا فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز برای گفتگو با مقام های ترکیه در مورد مبارزه با گروه دولت اسلامی اکنون در ترکیه به سر می برد. به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه از جزئیات این سفر میگوید باید گفت هدف و عمده سفر روز گذشته خانم فدریکا ماگرینی به ترکیه دعوت از این کشور برای همکاری بیشتر با اتحادیه اروپا حول چند محور مهم است. نخست و شاید مهمتر از همه بررسی راهکارهای مقابله با داعش و استفاده از پتانسیل ترکیه در این زمینه است. همینطور موضوع بحران سوریه و یک موضوع مهم دیگه خارج از این موضوعات آن هم مسئله تحریم های اعمالی اتحادیه اروپا بر علیه روسیه و ترغیب ترکیه به منظور پیوستن به این تحریم ها هستش برخی رسانه های ترکیه با پرداختن به موضوع سفر هیئت سیاسی اتحادیه اروپا معتقدند خانم موگرینی به عنوان مسئول جدید سیاست خارجی این اتحادیه در تلاش هست تا مقامات ترکیه رو متقاعد کنه تا این کشور به ائتلاف جهانی ضد داعش بپیونده از سوی دیگه خواست اتحادیه اروپا در این زمینه این خواهد بود که کنترل دقیقتری بر روی مرزهای این کشور ایجاد بشه و محدودیت های بیشتری برای تردد عناصر وابسته به داعش از مرز ترکیه به سمت سوریه و عراق اعمال بشه و همینطور شریان های مالی این گروه قطع بشه با توجه به چنین هدف خانم ماگرینی روز گذشته با احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه و مولود چاوش اغلو وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد و دیداری هم با رجب تایی برلوغان رئیس جمهور این کشور داشته هرچند دیدار او با نخست وزیر ترکیه در واقع پشت درهای بسته صورت گرفت و جزیات بیشتری از این گفته منتشر نشد اما شبکه دولتی ترکیه تی آر تی در ارتباط با محور گفتگوها تایید کرده که دستور کار این مذاکرات موضوعاتی چون روند عضویت ترکیه در ایتالیا اروپا تحولات واقع در عراق و سوریه و اینطور مسئله تحریم‌های اعمالی بر علیه روسیه هستش در کنفرانس مطبوعاتی که مولو شغلو وزیر خارجه و موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشتن همینطور بحث افزایش کمک های مالی اتحادیه اروپا به آوارگان سوری هم مطرح شد و موگرینی اعلام کرد که اتحادیه اروپا در این راستا مبلغ 70 میلیون اورو در اختیار ترکیه قرار میده همینطور او پیرامون بحران سوریه گفت که مشکل ما تنها در این زمینه امنیتی نیست بلکه باید با متحدان بین‌المللی خودمون از جمله ترکیه همکاری خوبی داشته باشیم اما مسئله آخر یعنی درخواست ایتالیا اروپا از ترکیه برای پیوستن به صف تحریم کنندگان روسیه در شرایطی مطرح میشه که همین یک هفته پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ترکیه سفر کرد و دو کشور چندین سند همکاری در زمینه اقتصادی و بازرگانی امضا کردند. ترکیه البته تا به این درخواست پاسخ منفی داده و برخی از کارشناسان البته معتقدند با توجه به روابط نسبتا سرد ترکیه با اتحادیه اروپا در سالهای اخیر پیرامون پذیرش عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مگرنی در مقام مسئول جدید سیاست خارجی این امیدوار فصل جدیدی در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا ایجاد بکنه هفته نامه پاریماچ فرانسه مصاحبه با بشار اسد انجام داده که در آن رئیس جمهوری سوریه به سوالات متعدد سردبیر این نشریه پاسخ داده است محمد رزا شاهید خبرنگار ما از پاریس گزارش میدهد هفته نامه پاریماچ در این هفته به مدد سردبیرش مصاحبه دارد با آقای بشار اسد که حدس میزنید به مسائل زیادی پرداخته شده از جمله وضعیت امروز و این در حالی که 26 نوامبر وقتی آقای لاوروف همتای سوریه خودش رو دید گفت که از دولت بشار اسد روسیه حمایت خواهد کرد تا مبادا تروریسم فاتحی باشه در خاورمیانه اما محتوای مصاحبه پرسش اول این است که آقای بشار اسد بعد از سه سال وضعیت رو چگونه می‌بینید و آیا از رفتار خودتون پشیمان هستید آقای بشار اسد میگوید که هدف من دفاع از ملت سوریه بوده و هست و منکر اشتباهاتم نمیتوانم شد اما اگر قطر و ترکیه و غرب از مخالفین و تروریست ها حمایت نمی کردند چنین نمی شد مجاله پاریماش می پرسد که ولی شما مردمان خودتون رو بمباران میکنید. آقای بشار اسد گفته است که با تروریسم نمیشه گفتگو کرد و ارتش ما زمانی دست به اسلحه برد که نیروی مقابل چنین عملی رو انجام داده در اینجا سردبیر نشریه پاریماش از آقای بشار اسد میپرسد که بسیاری معتقدند اگر شما از کار کنار گیری کنید نوع چاره کار فراهم شده و در پاسخ آقای بشار مثال لیبی رو میزنه و میگوید آیا در حال حاضر دموکراسی در لیبی برقرار هست در ادامه خبرنگار میپرسد که شما مثال غذافی رو زدید یعنی مایلید که تا آخرین لحظه بمانید و از جان دادن حراسی ندارید آقای بشار اسد میگوید که من هم مانند یک کاپیتان کشتی فکر خودم نیستم بلکه نگران ملت خودم هستم بعد پاریماچ گفته که امریکا با دولت مشهور به اسلامی مخالفه و با, با اونها میجنگه بعضی ها که این بعض به نفع شماست و این تاکتیک شما و دولتتون رو قوی خواهد کرد. آقای بشار اسد میگوید شما از کلمه تاکتیک استفاده کردید و این در واقع وضعیتی است که میبایستی شورای امنیت سازمان ملل رأی میداد که چنین چیز نیست و بله این یک تجاوز به خاک سوریه هست سردبیر پاریماش میپرسد که آیا این عمل یعنی حملات نظامی امریکا به نفع دولت شما نیست؟ آقای بشار اسد میگوید که این گفته شما زد و نقیزه از یک طرف ما رو متهم به همکاری و دفاع از داعش میکنید و از طرف دیگر ما رو مخالف داعش میدونید در پایان سردبیر نشریه پاریماش دو سوال رو همزمان مطرح کرده یکی اینکه همسر شما به عنوان یک سفیر تجددخوا مشهور بود و دیگر اینکه شما شب که به خانه میروید به عنوان یک پدر چه گفته ای برای فرزندانتون دارید آقای بشار اسد گفته که در همه این موارد اظهار تاسف میکنه و برای او و همسرش و فرزندانش دردناک همطور که برای مردم سوریه است و پرسش این است که ما به غرب چه کرده بودیم که آنها با ما چنین میکنند. پالیس تلویزیون ایران فردا. 17 نفر از ماموران پلیس منطقه‌ای در بریتانیا در پرونده قسل بیژن ابراهیمی ایرانی ساکن شهر بریستول با اتهامات جنایی یا توبیخ اداری روبرو شدند. لی جیمز همسایه آقای اب... <تصفح> ابراهیمی در بریستول تابستان سال گذشته او را کشت و جسدش را سوزاند. بیژن ابراهیمی که از سوی همسایگانش به کودک متهم شده بود، بعد از پاسخگویی به پلیس و رفع این اتهام مورد حمله لی جیمز قرار گرفت. او به این دلیل مورد اتهام قرار گرفته بود که تلاش کرده بود از کودکان محل که ظاهرا او را مورد آزار و اذیت قرار میدادند برای شکایت به پلیس فین بگیرد اما همسایگان این اقدام او را تبیر به کودک آزاری کرده بودند قاتل آقای ابراهیمی به حبس ابد محکوم شد و همدست وی چهار سال حبس گرفت خانواده آقای ابراهیمی با انتشار بیانیه ای از تصمیم کمیسیون مستقل تحقیقات پلیس استقبال کردند با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودید دعوت میکنم بیننده برنامه صفحه یک ما هم باشید که بلافاصله پس از خبر پخش میشود شب و روز شما خوش